جان بیور ترس و هیبت خدا راهی حیرت انگیز ترس سالم خدا دگرگون کننده زندگی شما هفته ششم روز ششم پایان خوب ما زمانی می توانیم به طور کامل در مورد حیات نیکو صحبت کنیم که به پایان خوب آن هم اشاره داشته باشیم در فصل هجده به طول عمر اشاره کردیم اما در این فصل بیشتر درباره آن توضیح می دهیم و نقش مهم ترس خدا و فروتنی را در رابطه با طول عمر بررسی می نماییم فروتنی و ترس خداوند ثروت است و عزت و حیات امثال 22 چهار یکی از فواید شگفت انگیز ترس مقدس افسایش طول عمر است ترس خداوند بر روزهای عمر می افساید امثال ده بیست و هفت. چه وعده شگفت این وعده فقط یک بار داده نشده است زیرا دوباره به ما گفته شده که به واسطه ی حکمت ترس مقدس روزهای تو بسیار خواهد شد و بر سالهای عمرت افسوده خواهد کردید. امثال 9 11 نه تنها به ما وعده سالهای اضافه داده شده است بلکه روزهای ما پربارتر خواهند بود تایید دیگری نیز در یکی از ده فرمان الهی یافت می شود ترس خداوند ما را به احترام بی قید و شرط به والدینمان تشویق می کند و در این کار به ما وعده داده شده است که تا سعادتمند باشی و بر زمین عمر طولانی کنی افسوسیان 6.3 بار دیگر نه تنها طول عمر بلکه بهرهوری را نیز میابیم اینها وعده هایی هستند که میتوانیم در دعا آنها را بتلبیم توجه به این نکته مهم است که بدون کیفیت زندگی لذت سالهای اضافی کاهش میابد سلیمان در سالهای بدبینی خود نوشت روز وفات از روز ولادت بهتر است جامعه هفت یک بدیهی است که او هنگام نوشتن این کلمات از زندگی لذت نمیبرد چه چیزی کیفیت زندگی را تضمین می فروتنی واقعی و ترس خداوند. سالها پیش زمانی که در دعا بودم خواندم در سالی که عضیای پادشاه درگذشت خداوند را دیدم که بر تختی بلند و رفی نشسته بود و دامن ردایش معبد را پر ساخته بود اشعیا شش یک اشعیا خداوند را در تمام جلالش دید همانطور که در فصل پیش گفته شد او خداوند متعال را بر تخت خود دید و فرشتگان عظیمی که فریادهایشان ستونهای ورودی معبد را میلرزاند با این تجربه زندگی او به طور اساسی دگرگون شد پس از خواندن این آیات فریاد زدم خداوندا این چیزی است که من به آن نیاز دارم رویایی تازه از عیسی روح القدس با قلبم زمزمه کرد آیه را اینگونه شروع نکردم برگرد و دوباره بخوان. گیت شده بودم اما همانطور که او دستور داد انجام دادم و این بار کلمات در سالی که اوزیای پادشاه درگذشت برایم در صفحه نمایان شد سپس شنیدم اوزیا باید بمیرد تا اشعیا بتواند دید تازه ای از من داشته باشد در آن زمان من با اوزایا آشنا نبودم فقط میدانستم که او یکی از پادشاهان بسیار اسرائیل یا یهودا است اما وقتی شروع به تحقیق در مورد زندگی او کردم به واقعیت های شگفتانگیزی پی بردم او تنها شانزده سال داشت که به عنوان پادشاه یهودا تاج گذاری کرد و پنجاه و دو سال سلطنت نمود برای مقایسه در زمان نوشتن این متن من در پنجاه و دو سال گذشته ریاست ده رئیس جمهور ایالات متحده را دیدم اوزیا مدت زمان زیادی سلطنت کرد در سن شانزده سالگی به او فرمان روائی بر میلیونها نفر داده شد او کار عاقلانه ای انجام داد خدا را جستجو نمود مادام که خداوند را می طلبید خدا او را کامیاب می ساخت دوم تواریخ 26 5. او واقعا موفق شد حکمتی که خدا به او داد او را به عظمتی شگفتانگیز رساند او اقتصاد را تقویت کرد شهرها را بازسازی نمود ارتش قدرتمندی ساخت و سرزمین هایی را که پدرانش از دست داده بودند باز پس گرفت همچنین میخوانیم آوازه وی تا دور دست ها رسید زیرا که اعانتی عظیم میافت تا اینکه بسیار نیرومند شد دوم تواریخ 26 15 با این حال مانند سلیمان ترس خداوند گنجینه او نبود و متاسفانه میخوانیم اما چون عزیا نیرومند گردید دلش متکبر شده او را به نابودی کشانید دوم تواریخ 26 16 جایی در طول مسیر او فروتنی و ترس مقدسی را که با آن شروع کرده بود از دست داد در اینجا یک حقیقت مهم وجود دارد این دو فضیلت قدرتمند با یک شتابی فراوانی را ایجاد می کنند به این معنا که موفقیت همچنان ادامه می حتی زمانی که آن دو فضیلتی که آغازگر و پیش برنده آن فراوانی ها و موفقیت ها بودند دیگر وجود نداشته باشند آنچه در ادامه می بسیار جالب است به یهوه خدای خود خیانت ورزیده به معبد خداوند داخل شد تا بر مذبح بخور بخور بسوزاند دوم تواریخ 26 16 روح القدس سوالی از من پرسید پسرم وقتی غرور وارد قلب اوزیا شد آیا معنویت او بیشتر شد یا کمتر بلا فاصله متوجه شدم که پاسخ این سوال برخلاف انتظار است همیشه فکر می کردم وقتی غرور در دل کسی وارد می شود او از لحاظ معنوی ضعیفتر می شود اما اوزیا برای انجام یک عمل روحانی در حضور خداوند وارد معبد شده بود تا زمانی که روح القدس این سوال را نپرسیده بود نمی توانستم به این مسئله پی ببرم در شک با صدای بلند گفتم او روحانی تر شد روح القدس در قلبم زمزمه کرد روح غرور و روح مذهب دست در دست هم با پنهان کردن یکدیگر همدیگر را تقویت می کنند غرور انسان را از اعتراف به دینداری باز می دارد و مذهب با رفتار معنوی خود غرور را می پوشاند. آنگاه به فریسیان زمان عیسی فکر کردم این رهبران نیز مانند اوزیا احتمالاً با عشق واقعی و ترس مقدس نسبت به یهوه کار خود را آغاز کردند اما در مقطعی غرور به قلبشان وارد شد آنها از خدا فاصله گرفتند اما مشارکت آنان در انجام فعالیت‌های روحانی شدت گرفت اوزیا با کاهنان مواجه شد آنها رفتار او را غیر مقدس خواندند. هنگام که اوزیا با این حقیقت به چالش کشیده شد نسبت به کاهنان خشمگین گشت که نشان دهنده از دست دادن فروتنی است ناگهان جزام بر پیشانی او شیوع یافت باقی مانده زندگی این پادشاه غمانگیز بود او مجبور بود در خانه ای مجزا زندگی کند پسرش حکومت او را بر تخت سلطنت به دست گرفت و سرانجام اوزیا بر اثر جزام درگذشت. بیایید از دید عموم مردم به این موضوع نگاه کنیم. تنها واقعیت آشکار برای مردم یهودا و اورشلیم این بود که پادشاه آنها به جزام مبتلا شده است. آیا می توانید تصور کنید که چگونه رسانه های اجتماعی از این خبر منفجر می شوند؟ سیلی از نظرات سرازیر می شود اوه نه پادشاه ما جزام دارد چه مصیبتی؟ هیچ از مردم نمیدانستند پشت این بیماری چه چیزی نهفته است اما روح القدس ما را از آن آگاه می کند این مسئله دلیل از دست دادن ترس مقدس و فروتنی بود. با دیدن این موضوع از خداوند در مورد روزگار خودمان سوال کردم. در طول زندگیم رهبران زیادی را دیدهام که دچار لغزش شده و سقوط کرده اند و قلب من از این موضوع شکسته است. این اتفاق اغلب به دلیل روابط غیرقانونی میافتد، اما گاهی اوقات به دلیل اعتیاد به الکل، مواد مخدر، طمع یا سایر رضایل و رفتارهای نامناسب است. متاسفانه من شاهد سقوط رهبرانی بودم که پیش از ما همزمان با ما و حتی بعد از ما خدمت را آغاز کردند. هر از آنها با اشتیاق فراوان شروع به جلال دادن ایسا کردند. چگونه می توانستند تسلیم چنین رفتارهای تاریکی شوند؟ آیا آنها ندیدند که دیگران از همین الگو پیروی می کنند؟ روح القدس دوباره به من گفت پسرم این رهبران سقوط کرده مشکل هورمونی نداشتند مشکل آنها غرور بود آنچه ما شاهدش بودیم جزام بر پیشانی آنها بود روابط غیرقانونی، رزایل یا رفتارهای دیگری که منجر به سقوط آنها شد اما آنچه ما ندیدیم غروری بود که جایگزین ترس مقدس و فروتنی آنها شد در کدام نقطه این اتفاق می افتد فقط خدا می داند. حتی خود آن رهبر هم نمی داند زیرا غرور چشم قربانی خود را کور می کند تا نتواند واضح ببیند به دلیل شتابی که موفقیت ایجاد می کند به راحتی می آنچه ما را به آنجا رسانده است یعنی جستجوی خدا با فروتنی و ترس مقدس را از دست بدهیم به همین دلیل بسیار مهم است که در دوران موفقیت خود سخنان عیسی را پیش روی خود نگه داریم جدا از من هیچ نمی توانید کرد یوحنا پانزده پنج در واقع آن روز روح القدس به من گفت جان به همان اندازه که غرور از بین می رود به همان اندازه چشمانداز تازه ای از ایسا خواهی داشت تحول امری ضروری است و بدون داشتن دید تازه ای از خداوند فرصت رشد بیشتر و شبیه او شدن را از دست می دهیم زندگی بسیاری از مردان و زنان بزرگ به خوبی به پایان نرسیده است اما همه آنها باور داشتند که می توانند از پیامد اجتناب ناپذیر از دست دادن فروتنی و ترس مقدس فرار کنند اما فریب آن را نخورید به فروتنی واقعی و وابستگی کاملتان به عیسی چنگ بزنید و ترس مقدس را به گنجینه خود تبدیل کنید با انجام این کار خداوند به شما وعده ثروت، عزت و حیات می دهد.